سوال بعدی 139، دو تا معادله داریم، یکیش لوگاریتمی یکیش نمایه، شبیه هم نیستن. اصلا بهش میگیم معادلات متعالی. خب ببینید دو تا بچه ها معادله متعالی دارید اینجا که شبیه هم نیستن. برای حل این نوع معادلات بایستی ما دو طرف رو رسم کنیم، موقعی که تعداد ریشه رو از ما میخواد تو این معادلات. میام دو تا معادله رو با هم توی دستگاه مختصات توی صفحه در نظر میگیریم، میام اینا رو با هم رسم میکنیم. این چند تا برخورد دارن. اولیش این لوگاریتم است. ببینید لوگاریتم x تو مبنای 3 رو میکشم، این شکلی میشه. حالا به خاطر این قدر مطلقه دقیقاً یک کپی از اینم سمت چپ میکشم، این شکلی شد دیگه. حالا پاک کنم، این میشه، این شد لوگاریتم قدر مطلق x تو مبنای 3. ببینید این یکی سمت چپ به سمت راست که میشه 1/3 به توان قدر مطلق x. یه دونه 1/3 رسم میکنم. البته اون قدر مطلق رو دقت کنید، برای رسم این قسمت یه دونه حالا نمای شما رسم کنید، کاهشی به این صورت، این سمت چپش رو حذف کنید به خاطر این قدر مطلق. کپی سمت راست رو تو سمت چپ بکشید، این شکلی میشه دیگه، این نمودار ما میشه، این قرمز رنگه که پررنگ کردم. چند تا نقطه برخورد رو داریم، دوت گزینه 3 به دست اومد. سال 140، اندازه بزرگترین بازه که تابع نزولی اکید. خب یه دونه مشتق بگیریم، مشتقش رو منفی در نظر بگیریم، یعنی x2 به علاوه x منهای 56 رو مساوی 0 قرار بدیم، یا 7 و 8 میشه دیگه، 7 و 56 پس میشه x به علاوه 8 و x منهای 7. تعیین علامت کنیم اینو، منفی 8 و مثبت 7، مخالف موافق که اینجا نزولی میشن، پس میشه 7 منهای منفی 8، 15. گزینه 2. 141 گفته اگه این عدد طبیعی باشه کدام مورد نمیتونه جواب این حد باشه. ببینید این بزرگترین توان 3 هستش، پس پایین میشه، میتونیم این رو یه بار 1 بگیریم، میتونیم مثلا 2 بگیریم، میتونیم 3 بگیریم، 0 رو که نمیتونیم دیگه، طبیعیه، یه بارم از 3 بیشتر، پس 4 حالت داریم ما. اگه شما بیاید n رو 1 بگیرید میشه x منهای 2x 3 به علاوه 8x تو صورت، مخرجم که میشه 2x به علاوه 5x منهای 13. پرتوان صورت تو این حالت میشه منفی 2x، حالا مخرجم مثلا میشه 7x. x ها با هم میرن میشه یه دونه منفی، حالا هم عرض میگیرم باهاش، یه دونه منفی x2 میمونه که این میشه منفی بی نهایت، پس گزینه 3 رو حذف میکنم. اگه این رو 2 بذاریم بازم پرتوان صورت دیگه نمیمیسن براتون، میشه منفی 2x3. برای مخرجم که 2x2 داریم، این هم میشه منفی x، اگه به جاش منفی بی نهایت بذاریم میشه مثبت بی نهایت، پس گزینه 2 هم حذف شد. اگه این رو 3 بذاریم که صورت میشه 6 تا x به توان 3، مخرجم که میشه 2 تا x به توان 3، این میشه 3. خب تو گزینه ها نیست. اگه اینو بزرگتر از 3 بذاریم، خب اگه اینو بزرگتر از 3 بذاریم صورت 8xm میمونه، مخرجم 2x، اینا دیگه پرتوان میشن، این میشه 4، یعنی گزینه 1. پس پاسخ گزینه 3 شد. 142 نمودار تابع، دقیقا شبیه کنکور 98 فکر کنم تو کنکور سوال اومده بود. ببینید هر موقع که شما مجانبه قائم دارید، یعنی همین خط چین برای بچه رشته تجربی، این میشه ریشه عبارت لوگاریتمی، یعنی عبارتی که جلوی لوگاریتمه. ما 3x به علاوه a رو میایم مساوی 0 قرار میدیم، ریشهش چند میشه؟ 1/3. یعنی اگه شما به جای x 1/3 بذارید آ به دست بیاد، پس از اینجا میتونیم بگیم که آ میشه منفی 1، چون میشه 1 به علاوه آ، یک رو میبریم سمت راست، آ شد منفی 1. حالا نقطه بعدی 2/0، پس 0 میشه 1 منهای لوگاریتم 6 منهای 1 تو مبنای b. از اینجا میتونیم بگیم که 1 مساوی میشه با لوگاریتم 5 تو مبنای b، پس بی هم شد 5. بیام برخورد بدیم با منفی 2، یعنی منفی 2 رو بنویسیم 1 منهای لوگاریتم 3x منهای تو مبنای 5، این بیاد این ور میشه منفی 3 میشه 3، پس 3x منهای میشه 5 به توان 3.
125، 125 حالا 126 سوم میشه، 126 به روی 3 میشه x که نمیشه 42. گزینه 1 شد. سوال 143. برای سوال 143 این که حذف شده ولی خب اینجا آوردن معادله تمام قطرها رو داده و مماس بر دایره مساحت رو خواسته. این معادله شما میتونید به جای M عبارت بذارید که قطرها رو به دست بید. مثلا یه بار X رو صفر بگیریم، ضریبش رو M رو صفر بدیم میشه Y مساوی با منفی. یه بار حالا ضریب Y رو صفر بگیریم یعنی M رو 1 بدیم، این دفعه ضریب Y میشه صفر یعنی X به دست میاد 1. محل برخوردشون میشه مرکز دایره میشه 1 و منفی 1. بعد چون این گفته که دایره برای خط مماسه شعاع دایره میشه فاصله نقطه تا خط، که نمیشه این نقطه رو بذاریم اونجا میشه 3 منهای 4 منهای 9 به روی رادیکال ضریب x و y توان دو برسونیم میشه 10 پنجم، این شد 2. مساحت رو خواسته پی آر 2 که پی هم گفته 3 بگیرید میشه 12، یعنی 143 گزینه 3 شد. برای 144 گفته تو جعبه یه سری مهره داریم، بدون نگاه کردن دو مهره خارج میکنیم و کنار میگذاریم، سپس مهره انتخاب میکنیم. چون بدون نگاه کردن توی جعبه است اینو حذف کنیم، فصل این دیگه نیست، پس میگیم دو تا خارج میکنیم میشه 2 از 12. این تو مخرج با کدام احتمال همرنگ، یعنی دوتاش قرمز باشن یا اینکه دوتاش آبی باشن؟ 2 از 5 که میشه 10، 2 از 7 هم 21، اینم که میشه 12 میشه 66، یعنی 31 66 گزینه 2 شد. سوال 145. خب یه دونه حد 0.0 رومه، خب ببینیم چی داریم. یه هوپیتال بگیریم فعلا، یه هوپیتال میگیرم میشه 2 تا f 2 به علاوه h f پرایم 2 به علاوه h، اینم که عدد مشتقش 0 میشه دیگه، نمیخواد مشتق بگیر به روی 5 شده 12. به جای h 0 بذاریم یعنی لیمیتش موقع x میریم کنیم h میریم کنیم به سمت 0، یعنی چی؟ پس شد 2 تا f 2 بعد f پرایم 2 میشه 60. f 2 که میشه منفی 2 میشه منفی 4، پس f پرایم 2 میشه منفی 15. این قسمت رو بیارید قسمت دوم، f به توان 4 که توانیه، توان میاد ضریب، یه توان کم میشه تو نقطه 2 آرا، این هم میشه f پرایم 2. این از این منهای 4. ببینید 1 به روی f رو داریم، شما اگه بخوای 1 به روی f مشتق بگیرید میشه مشتق صورت در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان 2، یعنی میشه منفی 4، خودش هم یه منفی داره مثبت 4 f پرایم 2 به روی f 2 2. خب اینا رو جایگذاری کنیم، f 2 چند شد؟ خودش گفته منفی 2 میشه منفی 8، پس یه دونه 4 داریم، یه منفی 8 داریم، یه منفی 15، بعد یه دونه 4 داریم، مخرج 4 داریم، دونه منفی 15 هم اینجا. اینجا میشه 480 منهای 15، 15 تا کم کنیم میشه 65 گزینه 1. 146 نقطه آب بر نموداره بر وارون این طبقه ها شده، اینو میخواد از ما. خب ببینید f2 رو حساب کنیم فعلا، f2 چند میشه؟ میشه 8 منهای 2 به علاوه 2 کای منهای 17. f منفی 2 چند میشه؟ f منفی 2 این تابع استرام هم فرده، آره یه جوره ای به خاطر همین اون نقطه وارون و ایناشو دقت نکردم، حالا مهم نیست، شما فعلا 2 منفی 2 بذارید میشه منفی 8 به علاوه 2 به علاوه 2 کای منهای 17. حالا این دوتا رو از هم کم کنید، بالای کی 6، پایینی هم که منفی 6 میشه 12، اینا هم دیگه با هم میرن، 12 شد گزینه 4. 147 گفته نمودار تابع تو همسایگی 2 به این شکل، نمودار تابع در همسایگی 2 کدام است؟ ببینید اگه بیایم حد چپش رو در نظر بگیریم، اینجا این نقطه عرضش رو ببینید، یعنی چی؟ یعنی f مون از 2 بیشتره، پس 2 منهای f منفی میشه، پس تو این حالت مخرج که منفی 2
صورت که منفی دو مخرجم که میشه صفر چپ، میشه مثبت بی نهایت. حالا اگه دوی مثبت رو بگیریم، تو دوی مثبت نمودار ما ببینید اینجا میشه. یعنی چی؟ یعنی اف ما از دو کمتره، پس دوی منهای اف ما مثبته. پس تو این حالت میشه منفی دو به روی صفر مثبت، میشه منفی بی نهایت. یعنی برای سمت چپ سمت منفی بی نهایت اومده، راستم که مثبت بی نهایت. گزینه دو میشه 148 مجموع جملات منفی دنباله درجه دوم. یعنی چی؟ یعنی بیایم نامعادله تشکیل بدیم، 4n2 منهای 36n به علاوه 65 رو کمتر از 0 قرار بدیم. اینو تجزیه کنیم، چون 4n2ه، ببینیم چی به دست میاد. میشه 2n به توان 2 منهای 18 تا 2n به علاوه 65 منفی 3 که نمیشه، منفی 15 اینم که نمیشه، 13 و 5 رو بگیریم، منفی 5 و منفی 13 که ضرب بشه میشه 65. پس چی میشه؟ میشه 2n منهای 5 2n منهای 13 مساوی با 0. تعیین علامت رو انجام بدیم. خب یکیش 5 دوم، یکیش هم 13 به روی 2 که میشه 6 و نیم. مخالف موافق. بین 2 و نیم تا 6 و نیم میشه 3 و 4 و یکیش میشه 3، یکیش میشه 4، اون یکی دیگه میشه 5، میشه 6. 4 تا جمله داره، ولی گفته مجموعش رو پیدا کن. خب 3 رو بذاریم، ببینید تو معادله اصلی دیگه نمیذارم، توی معادله که تجزیه کردم میام میذارم. یعنی معادله که دورش رو خط کشیدم، تو این شما بیاید مثلا اینو 3 بذارید، میشه 1 تی ان میشه 1 در منفی 7. این از این. اگه شما بیاید 4 رو بذارید میشه 3 در، تو قسمت بعدش هم 4 بذارید 8 میشه منفی 5. الگوش مشخصه، مثلا اگه 5 رو بذارید 1 3 میشه 5، اون یکی دیگه میشه منفی 3. حالا اگه شما 6 رو بذارید 5 میشه 7، اون یکی دیگه میشه منفی 1. منفی 7 و منفی 7 منفی 14، اینجا هم که منفی 3 منفی 40، منفی 3 منفی 14، منفی 40 گزینه ها نیست. ببینم کجا اشتباه کردیم ما. حالا اگه 6 رو بذاریم منفی 1 رو داریم، 7 رو داریم منفی 7. ظاهرا که اشتباه اینجا وجود نداره، نمیدونم الان چجوری برام پیدا نمیشه. آره منفی 3 نم چون منفی 44 میشه دیگه، پیدا شده. ببخشید 149. ببینید دو تا یه دونه مربع داده که رو دو تا خطه. آره ببینیم خطا چه شکلیه. یکیش که شده 5x منهای 12 وای میشه منفی 8. حالا من مثبت 8 بنویسم دیگه، بیارم سمت چپ خودشو بنویسم. خط بعدی بیایید همش رو به روی منفی 2 تقسیم کنید، میشه 5x منهای 12 وای 94 به روی 2 که میشه 47، میشه منفی 47 بیاریم و میشه مثبت 47 میشه 3. ببین دو تا خط موازی هست، پس ضلع مربع دقیقا میشه فاصله بین دو تا خط موازی. ببینید دو تا خط موازی رو داریم و اون وسط یه دونه مربع رو داریم. این شکلی این فاصله که میشه ضلع مربع، اینو آ بذاریم میشه فاصله دو تا خط موازی که میشه قدر مطلقه 47 منهای 7 به روی رادیکال، حالا 5 و 12 هم فیثاغورسی هم دیگه 13 میشه، میشه 40 به روی عدد 13. چیو خواسته؟ این مساحت مربع چقدر با مساحت دایره‌ای که انتهاش روی انتهای قطرش روی این دوتا باشه. خب تو این حالت ببینید قطر شعاع دایره چی میشه؟ میشه فاصله آتابی به روی دو، دیگه شعاع دایره میشه و این هم میشه فاصله بین دوتا نقطه رادیکال. اختلاف طول 64، عرضم که 36 صد 10 میشه 5. حالا پی رو گفته با 3 بگیرید، مساحت میشه پی آر 2 میشه 75. تو این حالت ببینیم، تو این حالتی که اینجا براتون نوشتم گفته این دوتا رو از هم کم کنید، 40 به روی 13. فکر کنم یه ایراد کوچیکی داره. آها اشتباهشو پیدا کردم. ببینید اینجا 8ه، من اینجا 7 نوشتم. خب این که میشه 8 میشه 39، این هم میشه 3.
خب سه رو داریم، مساحت رو پیدا کنیم. اینجا مساحت که میشه 9، 9، 75، 66 تا اختلاف دارن. گزینه سه شد. سوال 150، یه دونه سهمی داریم ریشه هاشو به ما داده، محور عرضها رو قطع کرده. خب این سیه دیگه، منفی 14. خب تو سهمی فعلا که سی رو پیدا کردیم، میدونیم که تو معادله سهمی AX2 به علاوه BX به علاوه سی ضرب ریشه ها که میشه سی به روی A، دو تا ریشه رو تو هم ضرب کنیم، سه به علاوه رادیکال دو رو توی سه منهای رادیکال دو ضرب کنیم، میشه پی دیگه ضرب ریشه، این میشه 7. پس این شد 7، یعنی منفی 14 به روی آ شد 7، آ میشه منفی 2. آ رو پیدا کردیم، حالا اینا رو با هم جمع کنیم میشه 6. یعنی چی؟ اس ما میشه منفی بی آ میشه 6. پس منفی بی به روی منفی 2 میشه 6، بی میشه 12. جای گذاری کنیم میشه 4 به علاوه 144، اونم 496. گزینه که یکان 4 داره، گزینه 1. توی 151 یه دونه معادله داده، گفته ریشه کدام معادله درجه 2 از 3 برابر ریشه معادله 8 فاید کمتره. این رادیکال رو فعلا یه خود ساده کنیم، میشه 2 تا رادیکال 2 تی منهای 1 میشه تی به علاوه 1. توان 2 برسونیم میشه 4 تا دو تی من های یک، این طرف هم که توان دو برسونیم میشه تی دو به علاوه دو تی به علاوه یک. مرتب کنیم میشه تی دو من های شیش تی به علاوه پنج میشه صفر. دو تا جواب داره، یکیش یک میشه و اون یکی دیگه هم پنج میشه. گفته چیکار کنیم؟ سه برابر کنیم، هشت تا کم کنیم، سه برابر میشه سه میشه منفی پنج، سه برابر کنیم میشه 15، هشت تا کم کنیم میشه 7. حالا اینا یه ریشه های جدید معادله ما هستن که جمعشون میشه دو، ضربشون هم که میشه 35 منفی x2 من های sx که میشه من های 2x من های 35، گزینه 4. البته اینجا این شکلی ساده شد، ممکنه که حالا یه خود سخت تر باشه، مهم نیست. با توجه به شکل زیر، مقدار مساحت مثلث ام سی دی رو شما x بگیرید، محیط مستطیل رو y بگیرید و با هم جمع کنید. یه دونه مساحت و یه دونه محیط رو گفته جمع کنید. حالا از نظر فیزیکی درست نیست دیگه، چون مساحت با محیط واحدش یکی نیست که جمع بشه. حالا مهم نیست، اینجا ما زیاد به اون گیر نمیدیم. یه دونه ارتفاع اینجا رسم کنید، شما h بذارید، خب این 4 اینم 9. از اون روابط طولی اگه استفاده کنید h2 میشه 4 ضرب در 9 میشه 36، پس h عدد 6 میشه، پس اینم 6 میشه. محیط رو پیدا کنیم، پی ای بی سی دی 13 با 6 19 میشه 38. مساحت حالا ام سی دی هم پیدا کنیم، میشه 13 ضرب در 6 به روی 2، 13 ضرب در 6 به روی 2 اینم میشه 39. با هم جمع کنیم 39 38 که میشه 17 77 میشه. 153، آهنگ تغییر متوسط تابع در بازه چند؟ ببینید یه سوال خیلی خیلی محاسباتی، ظاهرا یه سوال خیلی طولانیه. فقط این 729 تون باشه، 3 به توان 6 میشه، اینو داشته باشید. بعد بیام متوسط فعلا حساب کنیم، میشه F 729 من های F1 به روی 729 من های 1. این مخرجش راحت میشه 728، ولی 729 تو خود صورت سوال بذاریم 729 به علاوه حالا خود 729 که میشه 27، اونی که دیگه هم که میشه 3 به توان 12 فرجه 3، 3 به توان 4 میشه 81 من های 3. این شد دیگه، چه عددی شد. این دوتا رو با هم جمع کنیم 730، 810، 810 اینم 24 میشه 844، ببخشید 834، 834 رو داریم توی صورت و تو مخرجم 728 رو داریم. این از این.
قسمت بعدی آهنگ لحظه مشتقش رو خواسته f پرایم x، مستقیم جایگذاری میکنم میشه یک به روی یک به روی دو رادیکال x میشه 1/16. بعد دیگه چی رو داریم؟ میشه 2/3 x به توان منفی 2/3 منفی 1/3، اینم که میشه 1/4. 12 و 16 پس شد 1 به علاوه 1 16 به علاوه 2 12. این شکلی شد تو این قسمت. این چقدر طولانی شد، عدداش یه جوری هم واقعا سر جلسه نمیشه اینو حساب کرد اصلا. گفته که چقدر فرق میکنه، اینو دادن که واقعا دیگه حساب نشه برای ما. حالا خودتون دیگه بقیش رو بررسی کنید، به نظر من تو سر جلسه اصلا ارزش حل رو نداره این سوال. به سراغ سوال بعدی 154. گفته که یه دونه بیزی داریم، نقطه ام رو بیزیه، دو تا کانونه. ببین سوال قبلی دیگه بررسی نکردم، دیگه خودتون دنبالش برید. اینو داریم، محیط مثلث رو داده 32، این مثلثی که کشیدیم. ببینید فاصله ام از اف و اف پرایم اینجا به علاوه اف اف پرایم میشه محیط. این دوتا که میشه 2 آ، این هم که میشه 2 سی. پس 2 آی به علاوه 2 سی میشه 32، یعنی آی به علاوه سی رو به ما داده 16. خروج از مرکزم که 30 شده 6/10، 6/10 میشه 16. پس این 10 شد، اینم 6 شد، 10 و 6 و عدد فیثاغورسی هم دیگه، بی میشه 8. ولی چی رو داده؟ گفته قطر کوچیک، 2 بی میشه 16، گزینه 3 شد. سوال آخر، واریانس و میانگین رو داده 9 20. بعد گفته 5 تا بهشون اضافه کنیم و توی عدد 4 ضرب کنیم. میانگین جدید، میانگین قبلی که 20 بود با 5 میشه 25، توی 4 هم ضرب میشه میشه 100. این واریانس جدید، واریانس قبلی که 5 تا بهش اضافه کنیم تغییری نمیکنه، ولی تو عدد 4 ضرب بشه میشه 16، این دو برابر میشه، میشه 16 ضرب در این 9. حالا انحراف معیارش که میشه 4 جذب بگیرید دیگه، 4 3 میشه 12. چی خواسته؟ ضریب تغییرات سی وی رو خواسته، میشه 12/100. میانگین به روی، ببخشید، انحراف معیار به روی میانگین، گزینه 4 شد. در مجموع میتونم بگم که آزمون فوق العاده خوبی بود، به جز همین سوال 100 و چند بود، 153 بود. حالا اینو خودتون برید دنبالش، ظاهرا نمیدونم کدوم گزینه است، مخرجا که همه یکی هم. روی گزینه 1 و 2 حالا مشکوکم، حالا خودتون خواستید من، حالا مهم نیست. در صورت واقعا سوالاش خیلی خوب بودن، توصیه میکنم که حتما بشینید و تحلیل تک تک سوالا رو انجام بدید. نکته چیزی داره برای خودتون یادداشت کنید و یه بار دو بار دوست داشتی 3 بار سوالا رو برای خودتون مرور کنید. خسته نباشید. دوستان خوب من سلام، آزمون 30 اردیبهشت 401 برای 12 تجربی جامعه 3 یه نگاه که به سوال انداختم، تقریبا به نسبت آزمون قبلی، آزمون جامعه 2 آزمونی خوره سخت‌تر، ولی باز خوبه، سوالاش سوالای خوبیه. یکی دو تا سوال الان خارج از عرف کنکور بود، ولی زیاد مشکل آنچنانی نداشت. در کل میتونم بگم که سوالای این آزمون هم بازم سوالای خیلی خیلی خوبی شده، انتخاب شدن برای این آزمون. سوال 126 معادله قدر مطلقی رو به ما داده که گفته به ازای چند عدد صحیح x جواب داره. در مورد x صحبت کرده. ببینید ما دوتا رادیکال داریم، هر کدوم از این رادیکال ها قطعا نامنفیه. این رادیکال 3 به علاوه 2y این نامنفیه. خب یعنی چی؟ یعنی که قدر مطلقه 5 منهای 2x کوچیکتر و مساوی 17 میشه. 5 منهای 2x رو بین منفی 17 و 17 قرار بدیم، از طرف یه دونه 5 کم کنیم، منفی 22 منفی 2x اینم میشه 12. حالا طرفین رو به روی منفی 2 تقسیم کنیم، جهت نامساوی هم تغییر میکنن، میشه 11 بزرگتر و مساوی x بزرگتر و مساوی منفی 6.
ببین از منفی 6 تا 11 چند تا عدد صحیح داریم؟ میشه 11. منهای منفی 6 یه دونه به علاوه یک همون آخر سر داریم، میشه 18 تا. گزینه 2. کلن اگه شما میخواین آتابی رو حساب کنید، اگه در مورد عدد صحیح دارم صحبت میکنم، از آتابی ببین چند تاست، میشه بی منهای آی به علاوه یک. اگه بین اونا رو میخواین، یعنی بین آ و بی رو میخواین ببینید چند تاست، این هم میشه بیه منهای آی منهای یک. برای سوال 127 گفته جیه تابع ثابته. خب ایکس نداره تابع ثابت، یعنی چی؟ یعنی آ سه، اون ضریبه رو صفر میگیریم. افم تابع خطیه، از این دوتا نقطه میگذره. خب بیایم معادلش رو بنویسیم، شیب رو پیدا کنیم. شیب اینجا میشه تغییرات عرض که میشه 9 تا، به روی تغییرات طولی هم پیدا کنیم میشه منفی 6، میشه منفی 3 دوم. معادله چه بنویسیم؟ وای مساویه با منفی 3 دوم ایکس به علاوه بی. مثلا نقطه دوست داشتید منفی 2 6 رو جایگذاری کنید نقطه ام، 6 برابر میشه با منفی 3 دوم در منفی 2 به علاوه بی. میتونید هم ذهنی انجام بدید. پس از اینجا میتونیم بگیم که بی عدد 3 میشه، یعنی تابع اونو گفته تابع اف بذاری دیگه، یعنی معادله اف ایکس برابر میشه با منفی 3 دوم ایکس به علاوه 3. این از این. حالا قسمت بعدی گفته که اف 8 میشه جی رادیکال 3، جی که همون تابع ثابت بود. 8 رو بذاریم، اگه شما اینجا 8 رو بذارید منفی 24 به روی 2 میشه منفی 12 به علاوه 3 میشه منفی 9. پس این شد جی رادیکال 3. حالا جی هر چی فرق نمی کنه چون جی تابع ثابته، پس کلا جی میشه منفی 9. چی رو خواسته؟ اف 14. اف 14 رو خواسته، 14 رو بذاریم میشه منفی 18. بعد جی منفی 7 هم که ثابته میشه منفی 9. آ دو هم که میشه 9 چون آ رو 3 به دست آوردیم، اینا هم تو هم ضرب کنیم میشه 18. اون دو تا 9 با هم میرن، گزینه 4 هم شد. برای سوال 128 دونه دنباله حسابی آورده که گفته چند تا جملهش 4 رقمیه. کلا بیام کل 4 رقمی رو حساب کنیم، کاری به دنباله ندارم. کل اعداد 4 رقمی رو حساب کنیم. کل اعداد 4 رقمی که اینجا وجود داره اینا رو بررسی کنیم. 1 تا 9 این میشه 9 تا، 0 تا 9 میشه 10 تا، رو با تکرار هم هست دیگه. ما 9000 عدد 4 رقمی داریم. تو دنباله ای که اینجا آورده قدر نسبت میشه 6. ما یک 6 اینا رو میخوام چون 6 تا 6 تا داریم جلو میریم، هر دفعه که جلو میریم 6 تا عدد داریم که یکیشو از اونا میخوایم دیگه. پس یک 6 این 9000 عدد رو ما میخوایم، اینا دیگه 4 رقمی هم میشه 1500. گزینه 1 جواب ما شد. برای سال 129 الگوی درجه دوم الگوی مثلثیه، گفته که تعداد دایره های توپر در جمله 20. ببینید جمله اول توپر ها رو حساب کنیم، دایره های توپر میشه 1 4 9 16. پس میتونیم بگیم که یه دونه اندو داریم. بعد اونایی که تو خالی هن اگه دقت کنید مثلثی هن دیگه، اینجا یه دونه، اینجا 3 تا، 2 تا دنباله مثلثی داریم. ما دو تا دنباله مثلثاتی داریم، فقط یه جمله عقبه ها، اینو داشته باشید. پس ما یه دنباله مثلثی داریم با یک جمله کمتر، یعنی n رو میذاریم n من های 1. خود مثلثی ببینید، خود مثلثی این شکلیه، n در n به علاوه 1 به روی 2، ولی چون یه جمله کمتر داریم میام به جای n من های 1 رو مینویسم، پس میشه n در n من های 1 به روی 2، چون دو تاست ضرب در 2 میشه، میشه n2 منهای n. گفته توپر چند درصد تمام دایره ها؟ خب صورت و توپر میذاریم میشه n2، مخرجم که میشه یه دونه n2 داشتیم منهای n که میشه مثلثی، دو تا مثلثی، یه دونه n2 دیگه هم داریم برای توپر، یعنی n2 به روی 2n، 2n2 منهای n. جملات صورت و مخرج رو به n تقسیم کنیم، کلا میشه n به روی 2n منهای، یعنی تو صورت و مخرج از این فاکتور گرفتم بعد حذفش کردم. گفته جمله 20 میشه 20 به روی
سیونو 20 به روی 39 تقریبا میشه 51 و 28 صدم حالا درصد. سوال 130، معادله درجه، ببخشید، معادله مثلثاتیه که گفته سینوس باید سی بشه 1. سینوس کجا 1 میشه؟ اگه سینوس x ما بشه 1 یعنی چی؟ یعنی x میشه 2 کاپی به علاوه پی دوم. 2 کاپی به علاوه پی دوم اگه تو دایره شما بیاید در نظر بگیرید، این باره میشه 2 کاپی به علاوه پی دوم. یکیش پی دومه، یکیش 5 پی دومه، 4 تا 4 تا زیاد میشه صورتش، میشه 9 پی دوم و همینطور داره افزایش پیدا میکنه. حالا کمال سینوس یعنی پی کوسینوس 4x رو میارم، پی کوسینوس 4x یه بار مساوی پی دوم قرار میدم. تو این حالت کوسینوس 4x میشه 1 دوم، پی رو از طرفین حذف کردم. حالا اگه بیایم پی کوسینوس 4x رو مثلا مساوی 5 پی دوم قرار بدیم، اون موقع خود کوسینوس 4x میشه 5 دوم، 2.5. غیر ممکنه، برای بعدیش هم دیگه غیر ممکنه، چون کوسینوس از یک بیشتر نمیشه. کدوم زاویه میشه پی سوم؟ میشه 1 دوم، کوسینوس میشه پی سوم. حالا که اینا رو نوشتیم میتونیم بگیم که 4x برابر میشه با 2 کاپی به علاوه منهای پی سوم، طرفین برای 4 تقسیم کنیم، x برابر میشه با کاپی دوم به علاوه منهای پی دوازدهم. ببینید بچه ها، کاپی دوم ضرایب 90ه. کاپی دوم یعنی 4 تا نقطه مهمی که داریم، صفر، حالا اینا رو براتون مشخص کنم، اونایی که با رنگ قرمز میخوام براتون مشخص کنم بهش میگیم کاپی دوم، یعنی 4 تا داریم ضرایب 90. این 4 تا توی 0 تا 2 پی. حالا کاپی دوم رو گفته به اندازه 15 درجه، یعنی همون پی 12 حرکت بدیم، یه بار از جهت مثبت، یه بار جهت منفی. اگه شما به جهت مثبت حرکت بدید، این 4 تا رو حرکت بدید، این نقاط سبز رنگی که اینجا مشخص کردم براتون میشن کاپی دوم به علاوه پی دوم، پی دوازده هم. این 4 تا جواب. قسمت بعدی اونه دیگه که میخوام با رنگ مثلا الان نارنجی مشخص کنم براتون، منهای پی دوازده هم. یعنی بیاید کم کنید، این یکی، دوتا، سه تا، چهار تا، اینا که حالا شبیه رنگ قهوه یه مهم نیست، اینا میشن کاپی دوم منهای پی دوازدهم. چهار تا، اونم چهار تا شد 8 تا، گزینه 4. تو این سوال کوتانژانت رو داده 35/12. کوتانژانت چی میشه؟ حالا تو ناحیه 4 هم هست دیگه، کوسینوس و سینوس هم علامتش مهمه. پس کنیم یه زاویه x داریم مجاورش که میشه 35، بعد مقابل میشه 12. 35 و 12 عدد فیثاغورسی ما یکیش 3 و 4 و 5، این یه سری عدد فیثاغورسی که ما داریم، یه سریشون هم میشن 5 و 12 و 13، یه سری دیگه هم داریم 12 و 35 و 37، اینا عدد فیثاغورسی ما هستن، پس این وتر میشه 37. حالا به محاسبات اون انجام بدیم، یه پی دوم به علاوه x داریم، یه منفی 3 پی دوم داریم، اینا رو یه خورده ساده کنیم، این منفی 3 پی دوم همون مثبت پی دوم میشه برای جای گذاری، این منفی 7 پی همون مثبت پی میشه دیگه. چی داریم؟ منفی 13، 4 تا 4 تا اضافه کنیم میشه منفی 9، منفی 5، منفی 1، مثبت 3. اگه 4 تا 4 تا اضافه کنیم میشه 3 پی دوم که جای گذاری میکنیم. اولی پی دوم به علاوه x که تغییر نسبت داره میشه منفی 36 تا کوتانژانت x. بعدی هم بازم یه دونه تغییر نسبت داریم به علاوه 35 تا تانژانت x. بعدیش هم که پی به علاوه x یه دونه تغییر علامت داریم به علاوه 74 تا کوسینوس x. آخریش هم که تغییر نسبت داریم ولی علامت دیگه تغییر نمیکنه، منفی 111 تا سینوس x. کوتانژانت ها رو که داریم جای گذاری کنم براتون، منفی 36، منفی 35 دوازدهم، بعدی 35 تا تانژانت رو میخوایم که میشه روبرو به مجاور 12 35، بعدیش هم منهای 74 تا کوسینوس که میشه 35 37، علامتش هم مثبته،
تو ناحیه چهارم، البته دقت کنید تو ناحیه چهارم کتانژانت خودش از اون ور گفتیم که خود کتانژانت هم منفیه، تانژانت هم که منفیه، دونه منفی دیگه اینجا داریم. بعد دیگه چی داریم؟ منهای 111 تا به جای سینوس هم بنویسیم میشه 12 37 منفی. ساده کنیم میشه 105 مثبت منهای 12، بعد اینجا 35 37 رو داریم. بعد 35 37 میشه 74 که 2 میشه منهای 70، بعدیش هم که 3 میشه به علاوه 36. ببین 111 به 37 میشه مثبت 36، میشه مثبت 3 این دوتا که میشه مثبت 3، 3 تا 12 36. ببینیم تو علامت اینا هم اشتباه نکرده باشیم. یه دونه مثبت داریم، این 35 37 هم که کوسینوس ربع 4 مثبت، پس این مثبت 70 میشه. خب اینا رو با هم جمع کنیم، 106 111 211 میشه 199 تا، گزینه 2 شد. برای سال 132 ببینید یه کوسینوس داریم که یه خورده رفته بالا دیگه، یه خورده منبسط شده اینا، یعنی تشخیص علامت رو میخوام، یعنی ضریب آبی مثبته. اینو داشته باشیم، 2π به روی قدر مطلق b شده π، یه دوره تناوش رو داریم، پس b ما 2 میشه. ماکزیموم که 4ه، حالا قدر مطلق a که میشه ماکزیموم منهای مینیموم به روی 2، 6 به روی 2 میشه 3. خود 3 رو میذاریم که گفتیم جفتش رو هم علامت میگیریم، مثبت میگیریم جفتش رو. بعد برای c هم که میشه ماکزیموم به علاوه مینیموم به روی 2 میشه 1. اینم از این. پس اف ایکس ما چی میشه؟ اف ایکس ما میشه 3 تا سینوس 2 ایکس به علاوه 1. گفته اف ایکس رو مساوی 0 قرار بدید. اگه اینو مساوی 0 قرار بدم، بچه‌ها ببینید سینوس 2 ایکس به دست میاد منفی 1 سوم. چی رو خواسته؟ کوسینوس 8 ایکس. خب فعلا کوسینوس 4 ایکس رو پیدا کنیم. کوسینوس 4x از اون دو آلفا استفاده میکنه، میشه 1 منهای 2 تا سینوس 2 2x، 1 نهم 2 نهم میشه 7 نهم. حالا کوسینوس 8x چی میشه؟ بالا یه دونه دو آلفا داریم، میشه 2 تا کوسینوس 2 4x منهای 1، یعنی 49 81 از اون طرف 80 و 49 ضرب در 2 که میشه 98 منهای 81 میشه 1781، یعنی 132 گزینه 3 میشه. بریم سراغ 133. توی 133 ببینید یه خورده کوسینوس اومده سمت راست ولی برعکس شده، سینوس اومده سمت راست برعکس شده، قرینه شده، یعنی بی منفیه، از رو شکل معلومه دیگه. ببینید کوسینوس قرینه شده، یعنی بی منفی، سینوس ببخشید قرینه شده، پس بی منفیه. حالا آبی رو پیدا کنیم، یه دونه 5 دوم داریم، پس میگیم که قدر مطلق بیه به علاوه آ میشه 5 دوم. یه دونه پی دوم هم داریم که جایگذاری کنیم، پی دوم و صفر هم جایگذاری میکنم براتون، پس میتونم بگم که صفر برابر میشه آی به علاوه بی تا سینوس پی دوم به علاوه سه پی سوم. اینجا بعد یادتون باشه که بی منفیه، از این معادله اولی آی منهای بی میشه 5 دوم، از این معادله دومی حالا 90 و 60 میشه 150 همون میتونی شما 30 درجه بگیرید، کوسینوس 30 درجه بگیرید میشه منفی 1 دوم. تو اون قسمت تو رو به دوم مثبت میگیرید، البته آی به علاوه بی دوم هم میشه 3. حالا اینو که نوشتی شما تو این قسمت بیاد از هم کم کنید، مثلا پایین منهای بالایی کنید یا برعکس فرقی نمیکنه، میشه 3 بی دوم منهای 5 دوم، پس بی میشه منفی 5 سوم، بی میشه منفی 5 سوم، آ میشه 5 ششم. آبیو که پیدا کردم، حالا اف 3 بی دوم رو خواسته، میشه 5 ششم برای آ منهای 5 سوم. سپی دوم رو بذاریم یه تغییر نسبت داریم، میشه کوسینوس، بعد میفته تو ناحیه 4 منهای کوسینوس، پس میشه منفی کوسینوس 60 درجه.
یعنی یه منفی یک دوم داریم. حالا دو تا رادیکال سه داریم اف پی. اگه پی رو بذاریم بازم یه پنج شیشم که داشتیم، یه دونه منفی پی سوم داریم. پی رو بذاریم پی به علاوه پی سوم ناحیه سوم، بعد یه منفی داره، سینوس 60 هم که میشه منفی رادیکال سه دوم. این از این. حالا ساده کنیم، اولی که دو تا پنج شیشم میشه ده شیشم، پنج سوم. بعدیش هم که اینجا یه دونه دو رادیکال سه داریم، بعد فعلا ضرب نمی کنم تو پرانتز، میشه پنج شیشم به علاوه پنج رادیکال سه شیشم. حالا دو رادیکال سه رو ضرب کنی شما، پس میشه پنج سوم. تو اولی اگه ضرب بشه میشه ده. حالا شیش و دو رو ساده کنید میشه پنج رادیکال سه سوم. یکی دیگه هم که میشه 15. این شکلی شد دیگه. 5 و 15 میشه 20. از یه 20 فاکتور بگیریم میشه 4. 4 به علاوه رادیکال، یعنی 133 با این شرایط دیگه مشخصه بچه‌ها گزینه یک میشه. خودتون رو ساده کنید. 134. خب ببینیم تو معادله فرض اون تانژانت دو به علاوه دو به کوسینوس دو میشه 3. یه دونه یک رو برید به دو طرف میشه یک به علاوه تانژانت به توان دوی ایکس به علاوه دو بروی کوسینوس به توان دوی ایکس. از اون طرف هم سه و یک که میشه چهار، یک رو دادن دو طرف، این یک به علاوه تانژانت دو که میشه یک بروی کوسینوس دو، با اون دو بروی کوسینوس رو جمع میشه میشه سه بروی کوسینوس به توان دوی ایکس. این شد چند؟ شد چهار. پس کوسینوس به توان دوی ایکس میشه 3/4. خب میدونیم که کوسینوس 2 با سینوس 2 میشه 1. حالا این که 3/4 اون یکی دیگه بشه 1/4 که جمعش میشه 4/4. پس سینوس به توان دو x میشه 1/4. این از این. عبارتمون یه دونه کوتانژانت داریم. خب فیثاغورسی هم دیگه 3 و 4 و 5 اعداد فیثاغورسی ما شدن دیگه از این طرف. حالا x رو این میگیریم، این بالا قائم مساوی است. ببینید کوتانژانت که میشه کوسینوس بروی سینوس میشه 3، دو بروی سینوس دو که شد 1/4، تانژانت توان دو رادیکال 3 دو رادیکال 3 دیگه میشه 3. 3 و 3 6 8 میشه 11. ببخشید 3 و 3 6 اینم 8 میشه 14. 134 گزینه 2 شد. بریم سراغ 135. آلفا یه دونه زاویه است. خب شیب رو پیدا کنیم همینجا، تانژانت آلفا که میشه شیب خط. شیب خط هم که میشه منفی آبیوم که آ همون ضریب x، بی هم ضریب y، میشه 2/5. خب از اون سوالایی که حالا دیگه شما خیلی از این دیدید، معمولا میایم صورت و مخرج رو برای کوسینوس تقسیم میکنیم که تانژانت رو به دست بیاریم، میشه دو تا تانژانت آلفا به علاوه 4، مخرجش هم که میشه 3 تا عدد 1 همون 3 میمسن منهای 5 تا تانژانت آلفا. 4 پنجمه به علاوه 4، مخرج هم که مشخص دیگه 3 منهای 2 میشه 1. 24 پنجم. 24 به روی 5 رو داریم که میشه 4 و 8 هم. یعنی 135 دیگه گزینه 3 میشه. سوال 136. ببین بین دو تا لگاریتم که جمع میشه ضرب، یعنی لگاریتم x 2x به علاوه 9 رو داریم تو 3 ضرب کنیم مبنی x میشه 2. پس میتونیم بگیم که x 2 برابر میشه با 6x به علاوه 27. خب عبارت رو ساده کنیم، x 2 منهای 6x منهای 27 مساوی 3 میشه. خب 9 3 دیگه، x منهای 9 x به علاوه 3، x میشه 9، قابل قبوله، ولی منفی 3 رو دیگه نباید ازش حرفی زد، به درد ما نمیخوره. آخر سر لگاریتم 15 تا 9 میشه 135، منهای 7 میشه 128 تو مبنای 4. 128 که 2 به توان 7، اینم 2 به توان 2 میشه 7 دوم، میشه 3 اون گزینه 4. 137 8 رو بذاریم 9 3
هشت دو، این صف صف رومه دیگه، عبارت ما صف صف رومه. بیام یه هوپیتال بگیریم، اون صورت رو براتون این شکلی بنویسم، 5 به علاوه رادیکال x به علاوه به توان x سوم. این صورت سوال ماست. خب میخوام یه دونه هوپیتال بگیرم، صورت اگه مشتق بگیریم میشه یک سومه 5 به علاوه رادیکال x به علاوه 1 به توان منفی 2 سوم. حالا از پرانتز هم مشتق بگیریم، 1 به روی 2 تا رادیکال x به علاوه 1، این از این. مخرج هم بخوایم مشتق بگیریم میشه 1 به روی 2 تا رادیکال x، البته این 2 داخل زیر رادیکال، 1 به روی رادیکال 2x میشه. 8 رو بذاریم تو صورت 9، جذرش میشه 3، این شکلی میشه دیگه، براتون بنویسم، یک سوم 8 به توان منفی 2 سوم در این هم که میشه 9 1 6 به روی مخرجم که میشه 1 4. حالا ببینید بچه، 8 به توان منفی 2 سوم میشه 1 4، یعنی 64 جذرش که میشه فورجسته میشه 4 دیگه، یعنی صورت میشه 1 12 در 1 6 مخرجم که میشه 1 4. این قسمت هم میشه یک هیجده هم گزینه یک میشه. بریم سراغ سوال بعدی، 138. سوال کنکور بوده این دقیقا، تکراری این سوال. آم رو گفته یک ام بی چهار، یه دونه متوازی رو از داد داریم. تا اینجا ببینید آم رو حالا یک تیم من یک میگیرم دیگه، این هم چهار میگیرم، بعد یه دونه متوازی رو از داد داریم. این ام ان رو اگه من تی بگیرم، این بی اف هم که تی میشه، کل زر مثلث رو پنج بگیریم، این پایین 5 تی میشه، پس این 4 تی مونه برای این قسمت. میخوام روی دو تا مثلثی که آشور زدن تمرکز بگیریم. این دو تا مثلث، خب ارتفاع این دو تا مثلث رو در نظر بگیریم. ارتفاع این دو تا مثلث، مثلا این مثلث MN E، اگه اینو من x بگیرم، این قسمت که 4 میشه 4 منهای x. آیا نسبتی بنویسیم؟ x به روی 4 منهای x میشه t به روی 4 تی. این از این. یعنی x به روی 4 منهای x میشه 1 4. دوست داشتید یه ترکیب تو مخرج رو بنویسید، یا یعنی اینکه طرف این وسطه این کنید، حالا طرف این وسطه انجام بدیم، 4x میشه 4 منهای x، یعنی x میشه 4 پنجم. این از این. مساحت رو میخواد، x رو که پیدا کردیم، الان بیایم مساحت اینا رو در نظر بگیریم، x رو که دیگه داریم تو این قسمت. حالا چجوری مساحت رو بنویسیم؟ ببینید مساحت که میشه قاعده ضرب در ارتفاع به روی 2، یعنی میشه t ضرب در x. ببینید یک دوم هم بنویسم پشتش، به روی مساحت کل. مساحت کل هم اگه بخوایم در نظر بگیریم ارتفاعش رو، میشه یک دوم. حالا یک دوم که میشه، خب یه دونه یک دوم داریم، بعد قاعده که 5 t هستش، ارتفاعش هم که حالا ارتفاعش رو اینجا دیگه یه دونه 5 در نظر میگیریم دیگه، چون 4 یک میشه 5، همون نسبته تو این قسمت، چون 4 اونم یک میشه 5. خب اینو ساده کنیم، تیا با هم میرن، صورت میشه 1 دوم، x هم که پیدا کردیم 4 پنجم، مخرجش هم که میشه 25 دوم. 1 دوم ها که با هم هست میشن، میشه 4 به روی 125. ببینید یه دونه 100 و 1 به روی 125، این که میشه 8 هزارم. حالا 4 تا 8 هزارم میشه 32، یعنی 32 دهم، 32 دهم درصد، یعنی پاسخ گزینه 2.